کشته شدن ملا داود هلمندی با 24 تن از همسنگرانش در ولایت پنجشیر. طرح خطرناک طالبان برای پنجشیر و بامیان. و در ادامه چند خبر کوتاه و فوری از ولایت پنجشیر. به نام خداوند بخشاینده و با عرض سلام، باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای خبری این کانال خوش آمدید. تقاضا می نمایم تا تمامی ویدیوهای خبری این کانال را تعقیب نموده تا از جدیدترین و تازه ترین خبرهای روز در کشور با خبر شوید. مشروع اخبار. طرح خطرناک طالبان برای پنجشیر و بامیان. خبرگزاری رویداد روز در برگه فیسبوکش نگاشته است. آژانس خبری تحقیقی پیک نوشته است که جنگجویان گروه طالبان در پنجشیر دسته دسته تذکره میگیرند تا در این ولایت برای همیشه مسکن گزین شوند. به نظر می رسد که طالبان تلاش دارند خانواده های بخشی از جنگجویان خود را به این ولایت منتقل کنند. آنان باشندگان تاجیک تبار پنجشیر را به بهانه های مختلف کوچ اجباری داده، زمین و خانه هایشان را به طالبان توزیع می کنند. علاوه بر این، از ولایت بامیان نیز گزارش های موثقی وجود دارد که پشتون ها در نقاط مختلف این ولایت زمین ادعا کرده و به مقام ولایت عارض می شوند که در نهایت محکمه طالبان دعوی های حقوقی را به نفع پشتون ها که عمدتاً کوچی ها هستند فیصله می کنند. اگر وضعیت چنین ادامه پیدا کند، انتظار می رود که در یک یا دو سال آینده بخش اعظمی از زمین های زراعتی بامیان رسما از سوی اداره محلی طالبان به کوچی ها تسلیم داده شود. همزمان با این گزارش، دیگری از ولسوالی جغتوی ولایت غزنی نیز منتشر گردیده است که طالبان زمین های زراعتی باشندگان محل را غصب کرده و می خواهند برای کوچه ها شهرک رهایشی بسازند. علاوه بر این، یکی از مقامات حکومت پیشین افشا کرده است که پروژه بزرگ کانال آب خوشتپه که از ولسوالی بلخ در مزار شریف آغاز می گردد و از طریق جوزجان در امتداد مرز افغانستان با تاجکستان و ازبکستان وارد فاریاب می شود، نیز به هدف جابجایی پشتون ها در امتداد خط مرزی افغانستان روی دست گرفته شده است. منبع می افزاید که طالبان کانال آب بزرگی را در سه ولایت بلخ، فاریاب و جوزجان امتداد می دهند تا زمین های اطراف آن را به پشتون ها توزیع کنند و بدین ترتیب نقاط مرزی شمال کشور را از کنترل ازبک ها خارج کنند. تمام این تلاش های طالبان به هدف جابجایی جمعیت صورت می گیرد و آنان می خواهند که بخش اعظم از پشتون ها را در مناطق عمدتا تاجیک نشین، هزاره نشین و ازبک نشین جابجا کنند. احمد شریف زاد در برگه فیسبوکش نگاشته است. ملا داود مدیر امنیت ولسوالی گرشک ولایت هلمند که از هلمند به خاطر سرکوب مقاومتگران در پنجشیر آمده بود، با 24 تن از همسنگرانش در دره پوجاوه ولسوالی دره کشته شد. منابع نفوذی از میان طالبان گزارش می دهد که اکثریت کشته شده های طالبان با اصابت گلوله بر سرهایشان کشته شدند. امید خلیلی نیز در برگه فیسبوکش نگاشته است. امروز طالبان در کنار شکست های فاحش در روستاهای شابه و چمالورده، تلخترین حالت را در روستای پوجاوه از توابع دره پنجشیر داشتند. در این روستا که طالبان امروز برنامه تسخیر قرارگاه های کوهی را داشتند، مقاومتگران با تدبیر عالی در منطقه انباه سنگ های زیاد دشمن متجاوز را مورد کمین قرار دادند که خوشبختانه 25 تن هلاک و 20 تن زخمی به جا گذاشته است. منابع محلی میگویند که همین اکنون که سه رنجر مرده هایشان را انتقال داده اند، در صدد بیرون کشیدن سایر مرده ها اند، اما مقاومتگران تک تیر انداز به شمار قربانیانشان افزوده اند. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان خوش. الله نگهدارتان.